سلام بینندگان عزیز، من تا امروز نمیدونستم که زبان انگلیسیم در سطح دکتراست. همیشه فکر میکردم که چقدر انگلیسی رو بد میفهمم و بد صحبت میکنم، ولی از وقتی که این حسن آقای روحانی رفت آمریکا و من مصاحبهش رو با خانم کریستیان امانپور دیدم، متوجه شدم اندازه یه دکتر که دکتراش از دانشگاه گلاسکو انگلستان گرفته انگلیسی بلدم. حالا اینقدر اعتماد به نفس پیدا کردم که هر کی به هم بگه چقدر مسخره انگلیسی صحبت میکنی، میتونم بهش بگم برو بابا حال داری، برو ببین رئیس جمهور کشورمون چجوریست انگلیسی حرف میزنه، اون وقت بیا به من بگو بد صحبت میکنی از من ایراد بگیر. حالا برای تفریحم که شده، فکر کنید من روحانی هستم، نشستم تو لیموزین سازمان ملل و دارم به سمت فرودگاه نیویورک میرم، یهو تلفن زنگ میزنه و آقای ظریف گوشی رو برمی‌داره، می‌بینه پرزیدنت اوباما پای تلفنه، میگه با شما میخوان حرف بزنن. گوشی رو میده دست کی؟ آقای روحانی. روحانی کیه؟ من. میریم. موافقی؟ بریم. هلو مستر حسین اوباما. های. آی ام حسن روحانی. پرزیدنت آف اسلامیک ریپابلیک آف ایران. یس. یو کن تل می حسن. کن آی تل یو حسین؟ یس. یو کن تل اونلی حسن. نو حسن آقا. نو. حسن، جاست حسن. Nice to meet you. How are you, حسین جان؟ Your wife, your children, everything is okay? Oh, good. I'm glad to see you. New York is beautiful city, Mr. حسین. Yes. I hope you come to Iran with your family. Be guest by me and my grand leader, Mr. Khamenei. Yes, yes. Of grand leader is little Asabani. ظریف عصبانی چی میشه؟ Yes, is little angry of you. But if you come to Iran, everything be okay. Yes, promise you. Sorry, I cannot speak very good English. Yes, I am doctor. Yes, I am doctor from Glasgow, England. Yes, but I have forget English a little bit. Yes. Thank you, Mr. Obama. Don't be tired. See you later. Bye. خوب بود نه؟ باور کنید همینجوری حرف زده با اوباما. خوشم اومد. این حسین شریعت مداری داغ کرده، نه تنها داغ کرده، زده یاتاقان سوزونده. این سفر روحانی به آمریکا و گفتگوی تلفنیش با اماما بدجوری حسین آقا رو کفری کرده و برداشته تو کیهان روز یک شنبه 7 شهریور نوشته که پرسیدن که عیب نیست،
مخصوصا از کسانی که دانستن را حق مردم می دانند. بله، این مطلبش الان براتون می خونم. پرسیدن که عیب نیست، مخصوصا از کسانی که دانستن را حق مردم می دانند. و طی 3 دهه گذشته بارها بر این حق اصرار ورزیدند. از این روی پرسشی که در پیش است و آنچه این نوشته در پیوست خود دارد، نباید دولت مردان محترم را آزرده خاطر کند و یا این تلقی را پدید آورد که قرار است زحمات متراکم و روزهای پرکار آنها نادیده گرفته شود. پرسش درباره سفر نیویورک است، سفری که طی چند روز گذشته پیرامون دستاوردهای آن تبلیغات پرحجم و گسترده‌ای شده و این تبلیغات کماکان ادامه دارد. پرسش اما این است که جناب رئیس جمهور محترم و هیئت همراه ایشان در سفر نیویورک و در تعامل با آمریکا و متحدانش چه داده اند و چه گرفته اند. در این باره گفتنی هایی است. بله، حالا دیگه پرسیدن عیب نیست، اما قبلا عیب بود که میپرسیدیم آقا جون این همه دشمنی با آمریکا واسه چیه؟ این همه لجاجت برای عدم گفتگوی مستقیم با آمریکا واسه چیه؟ این همه کینه‌ورزی آقا نسبت به آمریکا واسه چی آخه؟ اگه 4 سال پیش اینا رو میپرسیدیم چیکار میکردیم؟ ما رو میفرستادیم کهریزک وردست اسقر آقا چارچشم. ولی حالا که روحانی به هر دلیل روی کار اومده و به هر دلیلی با آمریکا یه وارد مذاکره شده، پرسیدن برای آقای شریعت مداری و دوستاش اصلا عیب نیست و دانستن حق مردم است. عجبا عجبا. دم دخترای ارمنی کشورمون گه، از طرفی هم دم برگزار کنندگان بازی ورزشی ارامنی کشور و باشگاه آرارات هم گه، که اجازه دادن خانما بدون حجاب چه تو میدون مسابقه چه تو جایگاه تماشاچیا حضور پیدا کنن. این کار همچین آقایون آتیش زده که به قول احمدی نژاد بعد روش آب بریزن. اینکه وسط ام القرای اسلام همچین اتفاقی بیفته حقیقتا شگفت انگیزه.
الحق که باید به مسئولین ورزش ارامنه تبریک گفت و به رغم تمام فشارها کاری که باید میکردن کردن. دستشون درد نکنه. زنده و سربلند باشین دختر خانمای ارمنی. زنده و سربلند باشین اقلیت ارامنه کشور ایران. اگه فردا روزی رفتین منزل فلان فامیلتون و این جمله رو شنیدین زیاد تعجب نکنین. دخترم، همسرم، عزیزم، قشنگم، آخه چرا جیغ میزنی و دعوا میکنی؟ طلاق میخوام یعنی چی؟ تو دخترمی، عزیزمی، همسرمی، یعنی چی میخوام ازت جداشم و فقط دخترت باشم؟ من میخوام تو همسرم باشی، تاج سرم باشی. مادرت درسته که زن اولمه، ولی تو دختر عزیزم یه چیز دیگه قربونت برم. فردا دخترمون که بزرگ شد میخوایم بدیمش به اون یکی پسرم، اون وقت تو پاتو کردی توی کفش و میگی طلاق میخوام. خوب نیست دختر، خوب نیست دختر حرف پدرشو گوش نده ها. آخه شوهرت هم هست این پدرت، گوش کن به حرفاش. میخوای به جای تو اصلا مادرتو طلاق بدم؟ بله بینندگان عزیز، میدونم که تعجب کردین از این دیالوگی که شنیدین، ولی تعجب نکنین. تو مملکت اسلام همه چیز از جمله زن و شوهر شدن دختر و پدر خونده امکان پذیره. قانونشو بردن مجلس و بعید نیست که در آینده نزدیک پدر و مادر و دختر خونده و پسر خونده و بچه های اونا رو چند وقت دیگه دست تو دست تو پارک ببینینشون و اگه خودشونو به ما معرفی کنن آخرش نمیفهمیم که کی زن کیه، کی بچه کی. بله اینطوری هست، اینطوری هست حکومت و قوانین جمهوری اسلامی. وای بر امت تحت امر این حکومت. با مصیبت ها. از اول هم من و تو ما نبودیم، من و تو ما این حرفا نبودیم، از اول هم تو سردرگمی ما میگفتیم با همین، اما نبودیم. تموم شد بیا از هم جدا شیم، بیا اینقدر تکراری نباشیم. تمام شد تا همین جا توی لحظه از این تیمهای با هم راشیم. قیامتی شده، رهبر معظم انقلاب به طور رسمی گفته و تو وبسایتش ثبت کرده که هولوکاست افسانه است و واقعی مجهول الحال است. از اون طرف هم محمد آقا، محمد جواد ظریف رو میگم، اعلام کرده که هولوکاست جنایتی فجیع است و چنین است و چنان است.
که تو سخنرانی های رهبر ایران بد جوری ترجمه شده. با بنده خدا راست میگه. بعد از دیدن انگلیسی حرف زدن رئیس جمهور عزیزمون، منم خیلی احتمال میدم که طرف یه چیز دیگه گفته باشه، مترجم یه چیز دیگه ترجمه کرده باشه. درست مثل احمدی نژاد، یادتونه که مودودوف بهش دست داد گفت هاو آر یو، احمدی نژاد در جوابش گفت یس یس یس. بله، ممکنه رهبر معظمم گفته باشه هولوکاست یه جنایت ضد بشری و فجیع بوده، مترجم اشتباهی ترجمه کرده هولوکاست یه جنایت بشری و صحیح بوده. ممکنه دیگه، مگه نه؟ اصلا تو جمهوری اسلامی همه چیز ممکنه. اصلا جمهوری اسلامی حکومت تغییر غیر ممکنها به ممکنهاست. تو حکومت اسلامی نبوغ علمی و نظامی انسانها شکوفا میشه. بی خود نیست که دختر بچه 16 ساله میتونه تو آشپزخونه خونهشون انرژی هسته‌ای کشف کنه، یا شخصی مثل مرحوم کردان از آکسفورد دکترا بگیره، یا همین حسن آقای روحانی خودمون با اون انگلیسی دست و پا شکستهش کاری معجزه‌آسا بکنه و تحصیلاتش رو تا عالی ترین حد تو دانشگاه گلاسگو انگلستان به پایان برسونه. این همه از نبوغ ذاتی ما ایرانی ها هست و بس، که در اثر فشار تحریم ها شکوفا شد و همینطور بلا انقطاع در حال گل دادن و میوه آوردنه. و آخرین نشونش هم درخشش نبوغ نظامی مونه، که همین نابود کردن دیشهای ماهواره تو شیراز با تانک و نفربر و از این چیزاست. بله، سازندگان نابغه تانک به طور عادی کارهای مثلا شلیک گلوله توپ و شلیک مسلسل و نابود کردن مواضع دشمن در فواصل دور رو برای این ماشین جنگی طراحی کرده بودند، که خب هر انسان معمولی یک چنین کارایی رو از تانک انتظار داره. اما اینکه بشه با تانک آنتن‌های ماهواره رو نیست و نابود کرد و بیاریش اصلا تانک رو بیاری توی سیستم ارتباط جمعی، این کار فقط نیاز به نبوغ و خلاقیت داره، که فقط در حد سالوادور دالی میشه اینو دید. بله، همونطور که توی این عکس مشاهده میکنین، نوابغ نیروی انتظامی شیراز ده ها آنتن ماهواره رو وسط خیابون چیدن و با رسیور و دیگه همون LMB و همه چیش یه تانک نفربر چیه نمیدونم گذاشتن از روی اینو عبور کرده. رانندش هم چه حالی میکنه، چه افتخاری میکنه، همچین داره نگاه میکنه و پوز میده که انگار از روی جنازه های سرباز های دشمن داره رد میشه. ما هم که بخیل نیستیم، بذارین هر کاری این دوستان میکنن بکنن، انقدر از خودشون نبوغ در و کنن تا بمیرن. بله، نشاطون جوانان وطن، بیاد گفتن رئیس جمهور مصلحت نظام های رفتنزامو، شهدای اسلام، شهدای آذربایجان غربی، شهرستان اندرسی، اون دانه به خود رضایی فرمستاد تکبیم میکنم. اما بپردازیم به یک ماجرای جنایی. دن دن دن. قاتل دوچرخ سوار آبادانی اعتراف کرد که زنها رو میکشتم چون از اونا بدم میامد و کینه به دل داشتم. خب تا اینجای کار همچین چیز عجیب اتفاق نیفتاده،
یه مرد دیوونه دوچرخ سوار تو ده آبادان 15 تا زن و دختر بچه رو کشته و بالاخره گیر افتاده. پس عجبش و عجایبش کجاست؟ آره، عجیبش اینجاست که خبرگزاری ها می نویسن پلیس به 2 تن از بستگان یکی از این کشته شدگان مظنون میشه و اونها رو دستگیر میکنه که هر دوی اونها همزمان به قتل این شخص اعتراف میکنن. اما نکات گفته شده از سوی اونها در زمان بازسازی صحنه قتل نشون از اون داره که قاتل فرد دیگریه. یا یه جای دیگه می نویسن که نکته مهم در این میانه که بعد از هر قتل فردی به عنوان مظنون دستگیر شده و به جنایت هم اعتراف کرده، در حالی که بیرون از زندان قتلا به همون سبک و سیاق قبلی انجام می شده و اینجا ثابت می کنه که قاتل آزادانه در حال گردش و در میان دستگیر شدگان نیست. این یعنی چی؟ خب حالا با دید شرلوک هولمزی بهش نگاه می کنیم. این یعنی اینکه پلیس هر کی رو که می گرفته به قتل اعتراف می کرده و ممکن بود اصلا قاتل نبوده ولی اعتراف می کرده. ببینین این پلیس با این بدبختا چه می کرده که اعتراف می کردن قاتله. فکر نکنیم با ناز و نوازش و با من بمیرم تو بمیری و با بازجویی به فنی به سبک فیلم‌های آمریکایی از اونا بازجویی گرفتن. از اونا اونجوری بازجویی کردن که تو کهریزک به جوانای ما می‌کردن. بله. ببینیم با متهم بیچاره چه کار می‌کردن که حاضر بوده اعتراف غیر واقعی به قتل بکنه و پای چوبه دار بره ولی بازجویی فنی به سبک کهریزک نشه. من با شنیدن این مطالب یاد اون لطیفه قدیمی افتادم که داشتن بررسی توان سازمان‌های اطلاعاتی جهان رو می‌کردن. یادتونه اون خرس قهوه‌ای، خرگوش سفید، کاگبه، CIA، وزارت اطلاعات ایران، آخر سر خرسه که توسط وزارت اطلاعات ایران دستگیر شده بود. من گفتم آقا من خرگوش سفیدم. ولم کنید. حالا خدا می‌دونه که چند نفر بی‌گناه تا حالا همینجوری توی زندان‌های ما بر اثر این نوع بازجویی‌ها سرشون بالای دار رفته. البته نمیشه گفت اصلا به ما چه، ولی مگه ما قاتلیم که داریم اینطوری سنگ قاتلا و غیر قاتلا رو به سینه میزنیم؟ بیگناه رو اعدام میکنن یا نمیکنن ما چرا حرص و جوش بخوریم؟ همه ما حتما همینی میگیم، اما نکته اینجاست چه بیگناه چه با گناه ما باید حرص و جوش بخوریم. واقعا باید ترس و جوش بخوریم.
به سلامتی و میمنت فیلم گذشته آقای اصغر فرهادی به عنوان نماینده ایران در اسکار معرفی شد. مبارک انشالله. این همون فیلمیه که نمایشش تو ایران با مصیبت روبرو شد و در حضور آقای خاتمی هم به صورت خصوصی نشون داده شد. به پوستر و بیلبورد این فیلم هم اجازه نصب ندادن. چرا؟ چون موهای بازیگر فرانسوی کمی همون موهاش بلنده بدون حجاب چاپ شده تو بیلبورد و ممکن بود ارکان اسلام تو ایران به لرزه در بیاد. فیلم پخش شد اما پوستر و بیلبورد نصب نشد. البته اصلا یادم چی میخواستم. آها، میخواستم بگم خدا پدر طلاق رو بیامرزه که واسه زن و شوهرها به خصوص بچه ها منشأ خیر نیست تو خانواده، اما برای سینماگرای ما و فیلمسازای ایرانی منشأ خیر شده و اگر موضوع طلاق نبود معلوم نبود فیلمسازای ما چه فیلمی باید میساختن که شایسته اسکار باشه. اون از جدایی نادر از سیمین، اینم از گذشته که ماجرای جدا شدن یک زن فرانسوی از شوهر ایرانیشه. خدا به تعداد طلاقای ایران بیافزاید به خاطر فیلمسازای ما. الهی آمین. الو، آقای سعید تاجیک؟ ببخشید، برادر سعید تاجیک؟ سلام علیکم قربان. من از یک رسانه خارج از کشور با شما تماس میگیرم. بله قربان؟ مرگ بر من؟ واسه چی؟ آقا اجازه بدین اول بگم از کدوم رسانه، بعد بفرمایید مرگ بر تو. همینجور فعلی مرگ بر همه ما؟ بسیار خوب، هرچی شما بفرمایید. ولی بنده فقط میخواستم نظرتون رو راجع به گفتگوی تلفنی روحانی و اوباما بدونم چیه. آقا چرا داد میزنی؟ گوشم کر شو. برادر چرا اینجوری جوش آوردی؟ واسه قلبت خوب نیست به خدا؟ یا سنکوب میکنی میفتی به لقاء الله پی میپیوندی یا؟ نه عزیزم، شما فقط نظرتو بگو ما اینجا پخش کنیم. همین. مرگ بر آمریکا؟ مرگ بر روحانی؟ پس آقا چی میشه که قبول کرده روحانی رئیس جمهور بشه؟ آقا به چی چیه؟ آقا نفرمایی. آقا اینا رو که نمیشه تو تلویزیون پخش کرد. این الان یه چیزی شبیه خراب کردن خانم فائزه هاشمیه. بابا یکم خونسردتر. بله؟ من اگه گیر بیاری تیکه بزرگم گوشمه؟ آخه واسه چی؟ من که فقط دارم یه سوال از شما میکنم تو جوابتونو تو تلویزیون پخش کنم. همین. ای بابا انگار شما اعصاب مصاب نداری یا؟ باشه اصلا هرچ. آقا اصلا بعدم با هم صحبت میکنم. برادر باشه باشه، هرچی شما بگی. مرگ بر آمریکا، مرگ بر من. باشه باشه، چشم چشم، باشه بعدم با صحبت میکنم. آقا خداحافظ. برادر خداحافظ. ای بابا داغون بودا. بلها سیبیل سیا چشم آدومی خشن تلا از بلها سیبیل سیا چشم آدومی خشن
به طلا. میخوام بیا در خونتون، نمیخوام بیا حرف بزنم با ننتون، نمیخوام بابا. میخوام بیا در خونتون حرف بزنم با ننتون، بگم شدم عاشق پسرتون، میخوام بشم من عروستون. بابا میخوام بیا تنه نشد نگونم نگونه میشه ریشت حقه بلند میشه قشنگم میشه. یه سالاقا سیبیل سیا چشم بادومی پشت تلا، میخوام بیا در خونتون حرف بزنم با ننتون، بگم شدم عاشق پسرتون، میخوام بشم من عروستون. بابا میخوام بیا تنه نشد نگونم نگونه میشه ریشت حقه بلند میشه قشنگم میشه. میشم اسماله نه هستن خاله اسماله مسماله دستماله مسماله هر چی باشه اسماله باشه اسماله آقا یه دونه باشه کفشه یه سیاه باشه بلا دیدن را تو بپیش ما تو دن علتی تو محل ما بیا تو بشیم اینجا پیش ما میخوای بشیم سیریش ما صبحی اومدم در خونه گفتن درست کنم بسد یه صبحونه حالا بشم من بسد در خونه بگم همه چو شدم یه دردونه شد ماما دوست بزرگ و چاخونه خودم میدوزم بسد دینه دینه شب دکتر محمد رضا باطنی که شب 133 از شب‌های مجله بخارا بود، با همکاری دایره المعارف بزرگ اسلامی و بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار روز شنبه 6 مهر برگزار شد. دکتر داریوش شایگان، محمود دولت آبادی، استاد جاله آموزگار، جناب بهادین خرمشاهی و استاد توفیق صبحانی هم اون شب اونجا حضور داشتند. تو این برنامه شمه از زندگی و تحقیقات علمی و زبانشناسی و فرهنگ نگاری استاد باطنی توسط سخنرانان بیان شد و در پایان هم خود استاد باطنی سخنرانی کردند که از زندگی پرفراز و نشیبشون چیزایی گفتن. ایشون در بخشی از سخنانشون گفتن: من تو دوران بچگی به خاطر فقر خانواده تا کلاس ششم ابتدایی بیشتر نتونستم درس بخونم، که اون روزا خیلی به بچه های دیگه قبطه میخوردم که بعد از ششم ابتدایی کیف دستشون بود و میرفتن دبیرستان، ولی من باید میرفتم بازار و حجره رو آب و جارو میکردم. واقعا قصه میخوردم. این فرمایشات ایشون بود. ایشون گفتن که تو زندگی من دو واقعه مهم اتفاق افتاده که هر دو به دانشگاه مربوط میشه. یکی از این وقایع به دوران سلطنت پهلوی برمیگرده که تو اتفاق اول من از دانشگاه اخراج کردن بدون اینکه اسم اخراج رو روم بذارن. سپس دکتر باطنی به نقل اتفاق دوم در دهه 60 پرداخت و بازنشستگی اجباریش از دانشگاه تهران. در خاتمه هم استاد بهادین خرمشاهی دو رباعی به دکتر باطنی تقدیم کردن که اونها رو براتون میخونم. در باطن باطنی است انواع هنر، در فرهنگش نهفته الوان گوهر. پویاست لغت نامه پاسخگویش، هم از نظر علمی و هم علم نظر. و رباعی دوم به این مضمون بود: با یاری است مرا فرشته وش نیکوخو، در مکتب او بسی چو من دانشجو. هر کس که شناسدش شناسد نیکو، زیرا که یکی است ظاهر و باطن او. خدا زنده نگهشون داره. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.